رمان تنها آمده نوشته عزیزالله نهفته نویسنده و شاعر افغان چند هفته پیش در کابل منتشر شد. از عزیزالله نهفته تا حالا چندین مجموعه شعر، رمان و داستان کوتاه منتشر شده. مهاجرت غیرقانونی نوجوانان موضوع رمان تازه آقای نهفته است. تنها آمده داستان یک پسر نوجوان در اردوگاهی در سوئد به نام فرهاد که از دید شخصیت‌های مختلف روایت میشه. مخاطب در ابتدای کتاب میفهمه که فرهاد خودش رو دار زده و در طی داستان متوجه میشه چه عواملی فرهاد رو به سمت مرگ خودخواسته پیش برده. عزیزالله نهفته از سوئد مهمان تماشاست تا درباره تنها آمده با هم صحبت کنیم. آقای نهفته، خیلی از پناهجویی که در سالهای اخیر به اروپا اومدن افغان هستن و زیر سن قانونی. با این حال خیلی کم درباره اونها و داستان زندگیشون در ادبیات داستانی صحبت شده. چطور شد که شما تصمیم گرفتید به این موضوع بپردازید؟ مهاجرت پدیده خیلی پیچیده ای هستش. تا جایی که ما معلومات دارم تعداد از نویسنده های ما در این عرصه گام زدن، قدم زدن و آثار نوشتن. اما انسم کمانده که اصطلاح سوئدی اینجا به تنها آمده معنی میده برای بچه هایی که تنها آمدن، این یک پدیدی تقریبا نو است برای افغان ها. شخصا من چون معلم زبان فارسی هستم، دردها، دغدغه‌ها و مشکلات پناهجویان نوجوان از نزدیک تجربه کردم. این مدتی که من با بچه ها بودم باعث شد که اون دردها در من انباشته شود و من نتانستم که ننویسم و من تنها وسیله بودم که بیانشان بکنم. با یادم یکی از جوانان اونجا شاگردم بود، صبح وقت آمد، گفتم چرا این گونه خیلی نگران استی؟ گفت شب در قطار، در ایستگاه قطار خوابیده بودم. این گونه من در رمان مشکلات اونها را به گونه در رمان آوردم بدون از این که مستقیم با اون بچه ها یا شاگردها اشاره کرده باشم. شما در کنکاش در دنیای درونی شخصیت ها مهارت دارید. در تنها آمده هم مثل کارهای قبلی وارد ذهن شخصیت های داستان شدید و یک روایت غیر خطی دارید. چرا این شیوه روایت رو انتخاب کردید؟ دلایل مختلفی بود که من این ساختار را برای رمان تنها آمده انتخاب بکنم. زندگی خیلی پیچیده است. زندگی یک سیر متداوم و خطی نداره. به همین دلیلش اگر من میخواستم که اون رمان به شیوه کلاسیک بنویسم، اون دردهایی را که روزانه من میدیدم از بچه ها نمیتونستم درست به درستیش ارائه بکنم. هدف من این بود که راوی های مختلف از زاویه های مختلف به یک مسئله ببینن، چون این راوی های متعدد نقطه مقابل قاطعیت هستند. یعنی اون قاطعیتی که یک نویسنده میگه چون این شده، اون را میخواستم اینجا ضعیف بسازم و برای خواننده نشان بدم که از یک واقعیت میتونه روایت‌های مختلف وجود داشته باشه و به همین دلیل من این ساختار انتخاب کردم، ساختاری که بیشتر نزدیک به همون قصه ها، افسانه ها و حرف هایی بود که من از بچه ها میشنیدم. بعضی ها این انتقاد رو مطرح کردن که در کار شما شخصیت هایی که متعلق به اقشار مختلف جامعه مثل زن روستایی یا زنی تحصیل کرده زبان و لحن یکسانی دارن. نظر خودتون در این باره چیه؟ در این رمان بیشتر ما از مونولوگ استفاده کردیم. این اندیشه های درونی راوی ها هستن که بیان میشن. تلاش کردم که اون اندیشه هایشون رو بنویسم بدون دغدغه لحن، بدون از اینکه خواننده را درگیر زبان ماورایی یا زبان محل بودباش این بچه ها بکنم، چون نمیخواستم که مشخص بسازم که این شخصیت داستانی از این منطقه افغانستان است، این شخصیت از این گوشه افغانستان است. چون شما دیدین که خواندین که در رمان خیلی مسائل پیچیده بیان شده، نخواستم که این افراد به یک ولایت خاص، به یک منطقه خاص از طریق لهجه و از طریق گفتار بیان شده. روابط جنسی تو کار شما با جزئیات توصیف میشه، چیزی که در ادبیات فارسی چندان معمول نیست. چطوره که شما چنین لحن صریحی رو انتخاب کردید؟ خب زبان فارسی خیلی با مسائل جنسی
آغشته بودم. ما این در آثار زبان کلاسیک ما داریم این مسائل خیلی زیاد است، از مولانا تا سعدی و همه بار بار مسائل مطرح کردن. اما اینجا مسئله ایروتیک اصلا مطرح نیست، اینجا یک سلسله با واقعات است و حقیقت هایی است بیان شده که این نوجوان ها از اینها سوء استفاده میشده، هم در افغانستان با تاسف از این سوء استفاده میشده، هم با تاسف وقتی این بچه های پناهنده در مسیر خود به اروپا بودن. دیدگاه من امین است که ما مسائل با پنهان کردن نمیتونیم حل کنیم، باید روی مسائل، هرچند این مسائل تابو باشن، هرچند این مسائل خیلی خیلی پیچیده و دشوار هستن، اما به هر صورت روی این مسائل باید انگشت بگذاریم، این مسائل باید مطرح بکنیم تا رأی حل‌های بیشتر پیدا کنیم. در کتاب صحنه تکان دهنده ای هست از تجاوز یک حیوان به یکی از اهالی روستایی که فرهاد توش زندگی میکنه. ممکنه درباره این صحنه که به کابوس شخصیت اصلی رمانم تبدیل شده توضیح بدید؟ این صحنه را من به صورت نمادین در این اثر استفاده کردم و هدفم از این بود تا اغراق کرده باشم، تا نشان داده باشم، برجسته ساخته باشم این وحشت را که در بعض ولایات افغانستان تا هنوز هم ادامه داره. تجاوز یک عربی خشن است که متداوم تا به امروز ادامه داره به گونه های مختلف و شیوه های مختلف، و این عربره ما نمیتونیم از دست این گروه ها نگیریم تا خیلی برجسته نسازیمش، تا همه بفهمند، تا همه ازش وحشت بکنن. به همین دلیل این را به صورت نمادین در این اثر آوردم تا خیلی برجسته باشه، تا دیده شده بیشتر از دیگر صحنه ها. ممکنه چند خط از رمان تنها آمده را به انتخاب خودتون برامون بخونید؟ نمیتوانم متمرکز و سنجیده فکر کنم. فرهاد با آن گردن شکسته و چشمان از دقه برآمدهش پیش چشمم قرار دارد. هنگار امین اکنون در اتاق کوچک تاریک و بیروی او هستم و از فاصله نیم متری به جسد او که پشت افتاده و انوز تناب دور گردنش قرار دارد میبینم. این که او با خودکشی خودش را انکار کرده است چیزی است که به مخیلم خطور میکند. تصور این که او هستی را انکار کرده، طبیعت و بخشایش را منکر شده و در نهایت عقل را تسکیب کرده است، نتیجه تفکر آنی است که بعد از برگشت از اتاق او بر من مستولی شده است. بار پیش که فرهاد را دیده بودم به خود گفته بودم که او نمیتواند جامعه را که در آن زندگی میکند بشناسد. اگر چنین چیزی را بپذیریم، در حقیقت او با مقدار اشیا و انسانها و طبیعتی روبرو بوده که برای درکش باید کشفشان میکرد، نتوانسته بود چون جامعه را از بیرون میدید.